عرض عدم و اعتراض دارم خدمت همگنان عزیز و ارجمندم جالبه از این هفته ایرانیانی که آزم سفر هستند به شیلی و آمریکای جنوبی جالب اینکه برای اونها توی برنامه سفر دیدار از یک بنای نمادین در نظر گرفته شده لحاظ شده که به نظر جالبه و اون این این بنای فوق العاده زیبا که شبیه یک مشعله در شهر ساندیگو توسط ایرانی ها توسط یک آرشیتکت ایرانی به نام آقای سیامک حریری معماری و بنا شده که فوق العاده بنای زیبایی است شب مثل یک ستاره میدرخشه درخشه و در یک منطقه در ارتفاعات شهر سانتیگو قرار گرفت و در نتیجه تمام مردم شهر شبه دیگه این بنای نمادین رو میبینن که توسط آقای مهندس سیامک حریری ساخته شد و میدونیم که ایرانی ها ایرانیان بهایی در چندین کشور دنیا بناهای زیبای نمادین ایجاد کردن برای زیارت پیروان همه یعنی استثنایی قائل نمیشن که مثلا ویژه بهایی هاست چه در شیکاگو چه در اشقابات چه در این بنای زیبای لوتوس که توسط دکتر مهندس صحبا ساخته شده که در همین برنامه در, است، در استودیو ایران فردا بهش گفتگو کردیم سازنده این بناست که الان پربیننده ترینه حتی بیشتر از تاج حتی بیشتر از تاج یعنی بنای لوتوس هم میهنانه از کی خواهش کردم از آقای دکتر قاسم و یاد عزیز یاد به این بناهای نمادینی که ایرانی ها در سراسر دنیا ساختن از پیش از انقلاب این بنای شهیات که یکی از زیباترین بناهای موجوده و تبدیل شده به بنای نمادین پایتخت ایران تختگاه ایران تختگاه ایران درود بر شما خیلی خوش آمدی کردی. <تص> جناب میبودی خیلی متشکرم که <mycket> من رو دعوت کردیم در این باری بیام باشم. به من بفرمایید این ساختمان نمادین زیبایی که شب میدرخشه مثل مثل چراغ در شهر چند هزینه شده این خیلی شالب بله. خوب گوش کنید <تص> راستش قیمتش بسیار کمتر از یه ساختمون درجه بالا در شهر لس آنجلس یعنی یه خونه حدود 27 میلیون دلار <applause> کل هزینه در تمام این سال یعنی این است که صرف خرید زمین شده در یک منطقه مرتفع در سان دیگو در شهر شیلی همین اینجا شما گاه یک پنت هاوس رو در همین لس آنجلس نمیتونید با 27 میلیون دلار بخرید بیشتره .Yeah, یا آقای ایرانی آمده توی مالیبو و خانه خریده مطلب آقای اسپیلبرگ 92 میلیون دلار خب <applause> بله ارز کنم خب هدف از اینها البته چیز دیگه ای هست هدف این نیایشگاه ها این هست که پیروان همه ادیان از هر باوری و بدون باور بتونن در اونجا بیان و در یک محیط بسیار زیبا که معمولا باغهای وسیع همه اینها دارن مم. 20 ایکر، 50 ایکر، 70 ایکر باغهای این نیایشگاه هست قدم میزنن اصابشون آروم میشه بعد به درون این نیایشگاه ها میرن که درش هیچ نوع تصویری چیزی وجود نداره مجسمه ای نیست اونجا مینشینن و هر کس با خدای خودش یا با هر نیروی که فکر باشه همه. باشه باشه بله بله. این اینها بودایی باشه بهای ها فقط وظیفه ساختنش و نگهداریشو دارن و برای دیگران بازه و برای, همه باز. برای هم... همیشه باز اصلا اصرار بر همین هست در اونجا هیچ سخنرانی انجام نمیشه, نمیشه. نمیشه و هر کس میتونه بیاد هر نوع ام ام از آیاتی از دین خودش بخونه. از باور خودش بخونه کاملا آزاد و مستقله مراسم خیلی جالب بود چهار پنج نفر رفته بودن این؟ بله بله, بله،, بله. داریم داریم. اکساشو. اکساشو داریم. من یه تعدادی از رو دارم داریم. که خدمتتون نشون میدم ارز کنم که برای افتتاح اولا خود این ساختمان خیلی جالبه م. این در یکی از زلزله خیزترین جای دنیا ساخته شده و به این دلیل وله، وله. و این روی دلسته. کوپایهای اند قرار گرفته که بهش آه. اندیز میگن و این کوپایه ها فوق العاده لرزانن همیشه میلرزن در نتیجه این بنا رو بسیار سبک ساختن آه. لوله های استیل فلزی هست آه. و بعد در لایه های این لوله های فلزی متعدد که همطور که شما فرمودین مثل یک گل لاله است بزگار. با گلبرگ های مختلف من البته بیشتر مثل یه کشتی میبینم با تعدادی بادبان مختلف ولی در عمل همش شب شبیه مشعل در شبیه جمع شبیه مشعل که در شب روشنه و در روز هم ش... خوب روشنه. خوب روشنه. و همه این روی یک پایه ای قرار گرفته که این پایه تمام لرزش های زمین رو جذب میکنه میکن. در نتیجه میدونیم که لاقل برای 400 سال آینده این ساختمان اونجا خواهد بود یعنی زلزله ده ریشتری هم اگه بیفته اتفاق این برای اون اون وقت مردمی که به اینجا اومدن چون از اونجایی که این فقط پنج زار نفر بیشتر نمیتونستن در اونجا شرکت بکنند از همه دنیا افراد تقاضا کردن و از هر عده زیاد یک نفر دو نفر رو به حکم قرعه انتخاب کردن و اینها اومدن رفتن, رفتن. اونجا از همه نژادهای عالم رئیس جمهور هم رئیس جمهور برای افتتاحش آمد بعد بله. رئیس جمهور برای افتتاحیش کاش بله. از ایران هم هیئت میرفتم میرفتن بالاخره ساختمون مطلع به ایرانی ها من مطمئن هستم در آینده اینطور خواهد شد میشهد. در ایران این افتخاری برای فرهنگ و میهن ما چون این آهین نهایتا خاستگاهش ایرانه پیامبرش ایرانی بوده متونش بسیاریش به زبان فارسی زیباست و امیدوار هستم که در آینده مردم ما اولا به همون کمان که میدونم بسیاری از مردم ما به دیدن از ایران به دیدن نیلوفر آبی میرن بله این دوستان بله. یکی از چیزهای توریستیه توریستی بله. یکی از آدرس های توریستی بله. آژانس در ایران خب اینم یکی دیگه از راههایی هست که ما برای ایران داریم اون چقدر خزینه میخواه. شده درسته پنی فوق کمتر کمتر بله فوق ولده شاید همونطور که فرمون یک چهارم یک پنجم اون آخه خیلی از کارهایی که انجام میشه اینا همه از روی عشق و محبت و داوطلبانه است افراد نمیرن اونجا میخوان پول در بیارن میان اونجا میخوان یه کاری بکنن که تا هزاره آینده این اونجا یادگاری هست نمادی هست از عشق و محبت انسانی و نمادی هست از این هدف که یگانگی عالم بشری است به این دلیل به اونجا میان این درسته که قرار بود یک بنای نمادین هم در خود تهران ساخته بشه و نشد بله کاملا درسته؟ کاملا هم داری؟ نقشش رو داریم داریم؟ بله من کجا قرار بود ساخته بشه؟ در روی کوهپایه هایی که در, در درست مشرفه به, تهران مشرفه به تهرانه که شما از همه جای تهران میتونستید ببینید کما که این بنا رو هم شما این بنای شیکی از, از, از همه شدیم. جای تهران هم همینطور بود متا خب زمینش رو تصرف کردن و حالا چی کارش کردن من نمیدونم بلی نقشش هست بلی نقشش چی بسازه سازنده سازنده ایران در ایران نه نه ایرانی. کی کدام مهندس مثلا می‌دونیم اسمشو اون به اون مرحله نرسید نرسید به اون مرحله آماده شده حالا منتظر طرح ترحه... طرح اون ساختمان رو بله میسین ریمی تهیه کرد چارلز میسین ریمی که ایشون طرح دو سه تا از مشاورلسکارهای دیگر دنیا رو هم تهیه کردن از این نیایشگاه ها ترهش تهیه شد و بسیار هم زیباست منتها وقتی که به مرحله ساختن بره اون آخرین تغییرات در طرح انجام میشه که همه چیزها مناسب باشه برای محیطی که قرار ساخته میشه ولی انقلاب اندر... شده نشد بله بله. بله. اولین درست در اشقابات ساخته شده همینطوره اولین نیایشگاه بهایی در سال 1912 در اشقابات ساخته شد ببخشید 1908 1908 هشت. از دو تا 1908 طول کشید هم. و بنای اون دوره یک ایرانی بود دوره انقلاب اول در بله. روسیه بود بله. بله. خیلی همین جالبه طوره. و خیلی جالبه که روس ها در دوره روسیه تزاری انجام شد و روس ها نهایت احترام رو بهش داشتن چون اشخاباد در اون زمان بیش از هزار نفر بهایی در این زندگی میکردن در اشقاباد بله. و در دور این, مشروع... این نیایشگاه انواع و اقسام امکانات دیگه مثل بیمارستان مدرسه نگهداری از سالمندان و غیره هم تأسیس شده بود و این شده بود مرکزی برای اون جامعه و هر کسی دیگه ای که نیاز به کمک اونها داشت و این ساختمان تا 1928 سالی که نبود نخیر نخیر نخیر, نخیر، نه. ساری. در به روی همه پیرو اصلا طرح اینکه این, که این ها ساخته بشه در کتاب اقدس بهایی است که حضرت به الله می این این که شما بله بسازید. بله در هر شهر و در هر روستا حتی باید ساخته بشه در آینده منتها تا چون امکانات مالیشو نداشتیم فعلا یک دونه در هر قاره ساختیم یک دونه در هر قاره, هر قاره. در آه. افریقا ساختیم در آسیا ساخته در افریقا کجا ساخته در افریقا در شهر کامپالا کامپالا بله کامپالا در بارد. کشور اوگاندا است اون, اون هم حقیقتا زیباست. زیباست. زیباست بله شما زیباست من نه خیر من رفی. فقط اینها رو در فیلم زیاد دیدم در فیلم بله من اونه کی ساخته کامپالا میتونم الان کامپالا رو خدمتتون بگم نیاشگاه کامپالا رو بله ولی بله. بله کی مهندسان ایرانی اینا رو ساختن اغلبم جوان و واقعا جوانیشون رو در این راه گذاشتن. نیایشگاه کامپالا هم طراحش چارلز میسن ریمی بود. اوه. و اون در سال 1962 ساخته شد و این ساختمان بسیار زیباست. امه. موادش از آلمان و بلژیک و خود اوگاندا تعین شد، سنگهاش و اینها از مواد هاش بومی استفاده. استفاده شد و بعد شیشه های رنگیش رو از آلمان آوردن و بعد اون کاشی های گنبد اون رو از ایتالیا بله اون اوگاندا هم حقیقتا جالبه که برای اونجا بود بعد یکی در ایتالیا در استرالیا ساخته شد در سیدنی, سیدنی. سیدنی. که سیدنی. اون هم بر فراز اقیانوس آرام نگاه داره بازم با بیسی با چه از <تصفح> همشون باید در حدود چند میلیون باشن من فکر میکنم سه چهار میلیون هیچ کدوم بیشتر تجاوز نکردن بعد سیدنی استرالیا حقیقتا زیباست تمام این بیسی ایکر باقی که داره پر از گیاهان و درخت های بومی محل هست و اونجا هم خب یکی از بازدید محل های بازدید همه مردم اون زمین سرزمین هست بله و بعد یکی در ساموا ساختیم برای اقیانوسیه که شامل کشورهای فراوان آه. هست و اون که در ساموا ساخته شد به وسیله پادشاه الان سال ساموا هم خدمتتون میگم در در ساما در سال 1984 ساخته شد و اون... اونجا اصلا باهایی شدیم بله اصلا پادشاه اونجا و بجرد. کابینش و ایده از اعضای پارلمانش و خود این پادشاه برای افتتاح این معبد اومد منتها این هم با یکی از اون نمودهای آین بهایی است که آین در حکومت دخالت نمیکنه ایشون پادشاه شد به حکومتش ادامه داد خب انسان بسیار جالبی هم بوده خودش و یعنی <applause> مذهب دخالت در کارش ا... نمیده این... این یکی از اصولی ترین باورهای بهایی است که هر بار مذهب در سیاست دخالت کنه یا سیاست در مذهب هر دو خراب میشد بنابراین شما تابع سکولاریسم سکولاریسم <applause> یعنی کامل تا اونجایی که مربوطه به حکومت هست منتها خب ما حکومت اخلاقی میخواییم م. و این حکومت اخلاقی اصول اخلاقی واقعا در اصل بین همه ادیان یکیه محبت و عشق و صفا و برادری و عدالت و انصاف اصلش فرق نمیکنه و بعد همه اینها امروزه در منشور جهانی حقوق و بشر تعریف شدن یعنی دیگه لازم نیست من بیام بگم عدالت چیه در اونجا تعریف شده, شده؟ با اصله چی جنگ افزار یک بهایی حق حمل اسلحه نداره به همین سادگی چون ما باورمون این هست که نهایتا عالم باید به خل اصلاح عمومی برسه ام. اگر ما میخوایم به خل اصلاح عمومی برسیم یعنی باید ارتش ها اصلا کنار برن حکومت ها فقط پاسبان داشته باشند برای نظم داخلی ام. و یک قوای بین المللی تاسیس بله زر. بله برای خل اصلاح جهاد بله. چی در راه جهاد اولین دستور حضرت بها الله نسخ جهاد بود اولو به هم <applause> نه خیر. اصلا حضرت به که این آینی هست که اصلا روحانی نداره. هم. حضرت بها الله فرمودند که روحانیان در طول تاریخ مسبب بسیاری از مشکلات در ادیان و بین ادیان بودند. بنابراین این آینی هست که درش روحانی نیست. مدیران جامعه داریم که اونها رو ما به صورت دموکراتیک با براه. رأی براه. شخصی خصوصی انتخاب میکنه مخفی مخفی یعنی،, یعنی حتی زن و شوخن هم با هم دیگه درباره حالا بعدا در بهش برسیم برسیم به بعدی خواهش میکنم بناهای نمادین بناهای نمادین یکی دیگه که میتونم صحبت کنم راجبه پاناما است پاناما بله پاناما در امریکای جنوبی امریکای مرکزی قرار گرفت که در شهر پاناما سیتی قرار گرفته پادشاه فقید ایران به اونجا رفته بود در آخر روزهای حیاتش بله،, بله. بله. این در سال 1972 دو ساخته شد و خود اون هم بسیار زیباست شبیه یک تخم مرغ بسیار بزرگه عزیز. که روی سنگ های قرار گرفته که همه محلی هم باغ های بسیار فراوانی داره که این باغ ها از اون از اونجا بله بله عزمان. بله, من این تصویر ها رو آوردم که همه اونا رو نشون میدیم مردم بومی مردم محل هیچ مقاومتی نکردم تخریب بکنن به هیچ عنوان نکته بس... ای جوهر در بال ماس این کارا <تصفح> <تصفح> راستش <تصفح> یک یک مقداری زیر سر رهبران مذهبی بوده و اگر مردم هم نمی کردن مثلا در ایران اگر آقای فلسفی و جناب آیت الله بروجردی وارد عمل نمی شدند این حضرت قدس بهایان ایران کسی کارش نداشت سالها اونجا بود برای دهه ها ولی وقتی اونها مصمم شدند که بیایند یک چنین کاری رو بکنن میبینیم که مردم رو شروندند و پادشاه وقتم وقت ناچار بود موافقت بود, بود. بله در نتیجه همه جای دنیا اگر شما برید میبینید که این نیایشگاه ها اصلا یکی از جاهای زیبایی هست که مردم میرن بله. دونه دونه اونها خیلیز. به این محل ها میرن بعدیش کجا؟ بعدیش ارز کنم که من میتونم نیایشگاه آلمان خدمتون بگم آلمان در... در خارج شهر فرانکفورت در یک دهکده ای به اسم لنگنهایم لنگنهایم بله درست درست خارج شهر فرانکفورت بین ماینز آراس بله شما بله. بله. اون وقت این بنا در سال 1968 ساخته شد و باز هم یکی از بناهای جالبی هست که مردم آلمان میرن اونجا باهای وسیع فراوان داره 1968 فکر کنید من ایرونی بیخبرم با اینکه سالها در اونجا زندگی کردم قاطعا ما برم اونجا رو ببینم مثلا در این بنای دوم این به اصطلاح کلیسای معروف هزار ساله که در شهر کلنی و یکی از نقاط... که بناهای دیدنی دنیا است از ایرانی ها در اونجا زندگی اون سه ماقی که مسیحیت رو بشارت دادن در اونجا میان دفنن و ما نمیدونستیم ما بیخبر یعنی ایرانی ها میرن تو این و نمیپرسن حتما وقتی در شبیه میرید بپرسید حالا فرض رد کنیم... پای همدران خودتون رو در دو هزار سال پیش میبینید فرض کنیم در اونجا دف نیستن همین که بله. یک چنین چیزی رو میگن نشانه ارتباطشون با ماست اعلام میشه سه موقع ایرانی سه بله. موقع ایرانی که مسیح رو قبل از تولد مسیح پشارت داده بودن بله. بله. در اونجا شما جای پاشون رو خواهید کاملا و خب بزر... یه ب... 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 چقدر هزینش داری؟ فرانکفورت اونم بسیار کمی. اینا جا. همشون در حدود دو سازنده میلیون هستن ایرانیه. سازنده ای نیایشگاه آلمان اجازه بفرمایید من اسمش دارم بله آقای توتو روشل ملیت ایشون من نمیدونم ایرانی نیستن ممکن توتو اعتبار بشن. آفریقایی توتو 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 روشل توتو آه بله. توتو, توتو روشل بله یا ممکن ایتالیا و این بنا بسیار جالبه این بنا از آهن و آلومینیوم و شیشه ساخته شده آهنو. و به طریقه ای ساخته شده که 540 پنجره داره که یعنی در تمام روز شما نور در درون این دارین و وقتی که شب چراغهایی درون این روشن میشه از بیرون که نگاه کنید مثل یه گنبد نور هست بله. ولی اولین مشرق از کار که ما همون میایشگاه بهایی هست که ساخته شد بعد از اشقاباد در خارج شهر شیکاگو در کنار دریاچه میشیگان هست بس. که در دهکده ویلمت هست که ساختمان اون بسیار سخت بود بس خیلی زیباست در 1912 وقتی که حضرت عبدالبها به امریکا تشریف آوردن ایشون سنگ زیر رو گذاشتند ولی این بنا تا سال 1900 1953 طول کشید ساختمانش بزاردوز. به دلیل جنگ آه. به دلیل جنگ اول و جنگ دوم جهانی ساختمانش تا سال 1952 طول کشید و حقیقتا یکی از یکی از نمادهای امریکاست اصلا در چیز که نگاه کنین برست. که در همه دنیا و بازدید کنندگانش من بارها بودم اونجا بازدید کنندگانش سفید سیا دیدم همه ما همه به همراه خانم مهرنگیز کار بل. آقای موئینی جیلویز و آقای مریدی که وزیر هستند در کابینه در کانادا و نماینده مجلس بودن متفقا از این ساخت می این و چقدر زیبا و زیبا و همه شکل کندم همه باهایی پدگاه گرم نخیر مسیح اصلا سیاه ها اومده بودن هندی ها اومده بودن خیلی ها بودن خیلی روس. خیلی روس از اروپای شرقی فرقابان <تصفح> بیان ولی قسمت پایین زیر زمین دیدم که کتاب خونه هست نمایشگاه هست که تاریخ ساختمان رو نشون میده و یک ای خانم فرقاد. ایرانی هم اونجا اداره میده می همیشه ببینین تمام این تاسیسات به وسیله داوطلب های داره میشه و داوطلب ها از سراسر دنیا احتمالا برای فقط اون هزینه مقدماتی باردن. زندگی و نه فقط برای اینکه بتونن اونجا باشن و خیلی هاشون هم جوان ها هستن مم. که جوان ها قبل از اینکه به دانشگاه برن یا بعد از اینکه دوری دانشگاه رو تمام میکنن یک یا دو سال رو میان در این جاهای مختلف میرن و صرف خدمت میکنن چون اصلا تعریف دین از دید باهایی این هست که این یک وسیله ای هست برای ساختن انسان برای ساختن انسان برای درک هدف خدمت و عالم بشری بنابراین شما نمیتونید بگین من یک بهایی هستم ولی تمام عمرم فقط برای خودم صرف کردم برای این ماجرای میدان شهیاد تناقض جالب و جذابی داره <applause> یه بهایی رو ساخته آقای حسین امانه و چقدر جوان چقدر, وقتی که چقدر جوان بوده برای... و بعد امروز در ایران جمهوری اسلامی برقراره جمهوری اسلامی جشتاش اونجا برگزار میکنه کسی هم مدعی نیست جشتاش اونجا برگزار میکنه از اونجا به عنوان میدان آزادی یاد میشه و تاریخ هم سرگرم گشت و گذار رو خودش دیگه خب یکی دلایلش دیگه ما ادعای روی چی نداریم ما ادعای نداریم یک چیزی ساختیم برای بشر دارن ازش استفاده <applause> میکنن به هر طریقی که خودشون تونستن احتمالا به هایان ایرانم میرن توی اون قدم میزنن مثل بقیه <applause> و هوای آزادی رو استنچاق میکنن حالا تا وقتی که بشود آزادی برای همه هم میهنم چقدر خوب یادم تفکر غیر مذهبی داشت چقدر خوب مذهبش بره. برای خودش رو از آنجا تو قفصه زینه فکرش غیر مذهبی و رابطهش با دیگران خب بعدی چی؟ بعدی کجا؟ خب ما نقط و مشرق الاسکار و, و نقط و نیایشگاه رو شمردیم خب و من عکس های فراوان برای شما آوردم که در همه اینها گذاشته خواهد شد که با هم ببینید که با هم بتونیم اینها رو همه رو ببینیم شما خب یک چیزی که ش... در آه. همه اینها مشترکه یعنی دو چیز یکی اینکه همه اینها دارای نه در هستند همه نه, نه در... در ورودی دارن و این, این هر دلم نماینده یک دیگه دینه نیست نماینده همه بشریت چون نه بالاترین عدد قبل از اینکه به ده برسین ده, ده باز میشه سفر یک یعنی همه گذشته این البته خب عدد نه از نظر حساب ابجد معادل عدد بهاست که اون هم باز نوه از نظر ما این برای همه بشریت ساخته بر همین ما نه در اونجا میگذاریم یعنی همه هر دیانتی که شما فکر کنین میتونن توش بیان و دیگه اینکه که ترکیب ساختمان اینها ترکیبی است از معماری اسلامی و معماری غربی و معماری های محلی اه. از نظر مواد از همه اینها دارای یک گنبد هستند چون میبینیم معماری غربی و معماری یعنی روحانی غربی و معماری های اسلامی همه دارای گنبد هستند منطقه فقط این یه گنبد نیست به صورت گلهای مختلف به صورت مشعل به صورت کشتی به صورت به صورتهای مختلف خودش رو عرضه میکنه که اینها خب در حد استعداد و عشق و شوق و تخیل طراح این هاست ببینم مثلا در مورد این لوتوس که در هندوستانه که این همم بیننده داره میگن بیشتر از تاج محل بازدید کننده داره برودی که گرفت عکس نمیشه از کسی یک چیزی که در تمام محل های بهایی برد، برد. مشترکه هیچ کدوم پولی نیستند نه پولی از کسی گرفته میشه در این زمینه ها نه برد. پولی به کسی دار اصلا نه صحبت صحبت پول میشه و خب این خیلی مهم از نظر ما برای خاطر اینکه میدونن میتونن بیان اینجا برای نیایش برای راز و نیاز با خداوندشون یا در باغ های زیبای اون یا در درون این ساختمان ها. مثلا ساختمان همین نیایشگاه ویلمت شما اگر برین درش سمبل ستاره داوود هست سمبل صلیب مسیحی هست و سمبل ماه و ستاره اسلامی هست و سمبل آین بودایی و هندو هم هست که به صورت اون چرخک شکسته ای هست که اونها دارند مثل صلیب شکسته اون هم سمبل اونهاست که در اونجا هست اینی که ما عملا هم در زبان هم در عمل و هم در باور این رو واقعا برای دنیا ساختیم همشون رو بله مثل <مستقی> در مورد هند همون لوتوس برای لوتوس من وقتی با آقای صحبا صحبت میکردم خب هند جغرافی های گرگیری های همیشه بوده مثلا بین هندوها و مسلمون ها یکی از نگرانی های این بود که در طول ساخت این بنا و بعدش که خب هم به شهرت رسید به شهرت جهانی رسید و هم این همه بازدید کننده داره است گفتم شخ... هیچ اه... چه اه... حادثه ای رخ داد که نشانه مثلا یک گروه باشه علاقه داشته باشن یک گفت هرگز هرگز درست برعکس تقریبا تمامی مذاهب ادیان موجود در هد که تعدادشون هم بیشماره همه هم اینجا رو دوست دارن هم اینجا رو, رو به خودشون, خودشون میدونن می این گل لوتس خیلی گل جالبیه این در گلزار میرویه ولی سفید و خالص بر فراز برد. اون آب که تمیز نیست میرویه نیلوفر آبی, نیلوفر آبی. برد. و این نیلوفر آبی سمبولیست به عنوان زیبایی و پاکی برای همه مردم هند از هر باوری که باشند در نتیجه و چون ما ادعای تملک هم نداریم یعنی اینها رو ما باز میکنیم برای همه فقط ما ازش مواظبت میکنیم یعنی ما وظیفه داریم اینها رو تمیز نگه داریم مرتب نگاه داریم کسی احساس نمیکنه باید باشون به جنگ خیلی متشکرم آقای دکتر بیات خیلی ممنون آقای خیلی ساختمان زیبا بود فوق العاده در سان همینطور هم تو خسته دست مریضا تمام ایرانیانی که بالاخره دارن یک نشانی چیزی از خودشون در نقطه ای از دنیا به جا میگذارن بله ایشون خودشون هم انسان بسیار جالبی هستند من چند فیلم بزرشون دادم حالا به شریع گفتگو میکنیم بسیار بمیکن. انسان جالبی هستن منم خیلی متشکرم از شما جناب میبودی و بینندگان عزیز این برنامه